اگه جوونی بیکار توی خونه دارید، اگه گرونی بهتون فشار آورده، اگه آب و برقتون قطع میشه، اگه سرعت اینترنت پایینه، اگه دلار رفته بالا، خلاصه بابت همه این مشکلات کوچیک و پیش پا افتاده اقتصادی و سیاسی کشور من ازتون معذرت میخوام. عذرخواهی میکنم. در مورد مسائل بزرگتر و مهمتر هم عذرخواهی رو واگذار میکنم به بزرگان. دیروز از آن شروع شد ولی مجلس تعطیل نشده بود. این خلاف آیین نامه است. منم از ملت عزیز عذرخواهی میکنم، هم از نمایندگان محترم. نفهمیدم چی شد؟ من یکی که نمیبخشم. باید تعطیل میکردین. عذرخواهی الان چه فایده ای داره؟ شما که میدونی هر ثانیه اون مجلس تعطیل باشه، مردم با خیال راحت میتونن یه نفس بکشن از دست شما و قانونهای عجق بجقتون. چرا دریغ میکنی؟ طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک اعلام وصول شد. آخه خیال همه از وحشت پاپیا و پیشیای خطرناک راحت شد. فقط یه مشکلی هست. یه تعداد از همین کسایی که این طرح رو تصویب کردن خودشون از هر موجودی وحشی‌تر و خطرناک‌ترن. همینجورم دارن راست ها میرن توی خیابون. این طرح شامل اونا میشه یا نه؟ حسن نوروزی نایب رئیس قضایی مجلس ایران در واکنش به دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفته یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما رو محاکمه کند؟ به نظر من واقعا نیازه که یه طرح صیانت از جان مردم در برابر مسئولان وحشی و خطرناک هم اجرا بشه. چون این تازه خوبهشون بود. یه سری گونه های وحشی تر هم وجود دارن که این بابا در برابر اونا روحیش خیلی لطیف و شاعرانه است. زجر کش بشوند، به دار آویخته بشوند، بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست راستشون با پای چپشون، اینطوری رها بشه در اجتماع. یعنی صد رحمت به بابای بابک خرمدین، اون باز میکش ملت و بعد تیکه تیکشون میکرد. این میخواد زنده زنده دست و پای مردم ببره، بعدم هم همینجوری ولشون کنه کف خیابون. البته احتمالاً این حرفا رو از روی شقاوت و بیرحمی نمیزنه، خیالش جمعه وقتی قطع بشه دوباره راحت میشه چسبون سر جاش. تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود، بعدش دستش هم جا آورد، حضرت دستش رو گذاشتن سر جاش، یه چیزی خوندن، بعد این دستش دید که چسبید، گفتش ببخشید شما چی خوندید الان؟ گفتن حمد. بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد. حضرت خیلی ناراحت شدن و بعد این دستش افتاد. بله، پس حالا دیگه با خیال راحت بزنین یک دست و یک پای هر کیو خواستین قطع بکنین، به خصوص اونایی که زدن جایزیه دختر مردم رو تو آبان سوزوندن. خیلی درست خدایی. اشک‌های این مرد به خاطر گرانی بنزین نیست، به خاطر سوختن جهیزیه دخترش است به دست اختشاشگران. تقاضا دارم این کسایی که این همچین کاری کردن مسبب شدن، تو اون کسی میپرسید اینا رو به حد مجازات برسین. خیلی من هر دفعه تحت تاثیر قرار میگیرم. بازیگر حرفه‌ای و گزیده کار که میگن یعنی همین. یه دونه فیلم خوب بازی کرد، یه بازی قشنگ و زیرپوستی ارائه داد، بعد همونجا توی اوج بازیگری رو گذاشت کنار. الان دو سال دیگه هیچ خبری ازش نیست. خودشو بازنشسته کرد، رفت توی همون ویلای کردان، چسبید به داف و داف بازیاش. البته بعد از اینکه اسکار گرفت. Oscar goes to Mr. Jahizia for playing as Brad Pitt. Thank you. Amazing. Thank you. Amazing. تشویقش کن. خب ایشالله امسال آقای رئیسی هم به خاطر بازی زیباش در نقش سوپرمن یه جایزه خوب بگیره، چون واقعا حقشه و خدایی خیلی وقت گذاشته تلاش کرده واسه این نقش. صبح امروز آقای رئیسی رئیس جمهور از مرکز نگهداری و درمان و سروش بازدید کردن. بله تقریبا ما دوره اولی که الان جا هستیم سال ما. جدیدتر از همه کی اینجا؟ چند وقت آجون؟ یک ماه اینجا. یعنی همه این بیچاره ها اگه فردا دوباره برگردن به دامن اعتیاد حق دارن. صبح جمعه رئیس جمهور مملکت پاشه بیاد اینجوری سوال پیچت کنه تو اعصاب دیگه، کمه کمش باید سه بس تریاک بکشی تا آروم شی. آخه بازجویی مگه؟ تو چند وقت اینجایی؟ اون چند وقت اونجاست؟ اون چقدر میکشی؟ تو اون چند سالشه؟ من 22 سالم فکر کنم، ایشون 28 سالشه. تو چند کیلویی؟ اون چند کیلوه؟ من 100 و جفتم تو دسته فوق سنگینه، 10 کیلو من اختلاف وزنی دارم. 10 کیلو اختلاف وزن داری. تو چند کیلو زدی؟ اون چند کیلو زد؟ من هفته پیشم گفتم این ابراهیم یه روز ماسکشو برمی‌داره، ما می‌فهمیم همه این مدت جواد خیابانی رئیس جمهور بوده. بازم تکرار می‌کنم،
اینا یا جفتشون یه نفرن یا داداش دوقلو ان خودشون خبر ندارن. مگه میشه اینم شباهت و رقابت در سوتی؟ برنامه بکنید. همین هدفش اینه که شما ترک بکنید. ترک کامل. دیگه هم سراغ مواد نرید. درسته چشم. من حالا نمیدونم اون بیچاره چی زدن که رفتن کمپ. ولی اونی که صبح جمعه پا میشه میره مرکز ترک اعتیاد که معتادای بیچاره رو از خواب بیدار کنه و بهشون بگه هدف مرکز ترک اعتیاد اینه که اعتیادو ترک کنین، خودش قطعا یه چیزی زده و چت باید همونجا بستری شه، چون این سطح از انرژی واسه چرت و پرت گفتن طبیعی نیست اصلا. در این سنین هیچ جوانی اینقدر نمیتونه بدوه که رئیس جمهور شما و کابینه شما شب و روز ندارد. بفرم. حتی رفیق رفقای نزدیکش هم دارن علنی میگن این قطعا دوپینگ کرده که روز و شب داره بیوقفه راه میره رو اعصاب مردم. به خدا ما هم راضی نیستیم به این همه دوندگی دوندگی. من از بعضی از نزدیکان ایشون شنیدم گاهی واقعا خانوادهشون ایشون رو نمیبینن. خوش به حال خانوادهش، حداقل شبا رو از دستش راحتن. حتی وایسه ببینم این که همش روزا میره این طرف و اون طرف واسه بازی سر زده، هر جام بره 30-40 تا دوربین پخش زنده دور و برشن و معلومه کجاست. شبا کجا میره که خانواده‌اش ازش بی‌خبرن؟ این همونه که گفتم، این یا افتاده در دام اعتیاد یا لوکوموتیرش دوتا شده. حاضرم شرط ببندم. البته نمیدونم شرط بندی روی رئیس جمهور اشکال شرعی داره یا نه، فکر نکنم. سوارکاری هم از اسب سواری، شتر سواری، قاطر سواری، یعنی این مسابقات، تو این مسابقات سوارکاری باز هم شرط بندیش اشکال نداره. بفرما. خراب و علاقه و شترا با هم مسابقه بدن شرط بندیش طوری نیست. ولی آدما یه توپ بندازن وسط مسابقه بدن نمیشه رو شرط بست. این یعنی مسئولین ما حتی واسه شرط بندی هم فامیل بازی میکنن. و همینطور هر چیزی که سیستم به اصطلاح دفاعی ما رو تقویت بکنه، مثلا در بحث شرط بندی روی مثلا موشک، شرط بندی روی به اصطلاح وسایل دفاعی ما، اینا اشکال نداره. روی موشک شرط ببندن؟ اون وقت روی موشک چجوری شرط ببندن؟ موشک رو میزنن بعد شرط میبندن که میخوره به ما رو عقربایی تو بیابون یا دوچار خطای انسانی میشه میخوره به هواپیمای مسافربری؟ یه هواپیما به اون پمپیکری، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود؟ چطور میشه مثلا هواپیما به این بزرگی نتونه برگرده تو فرودگاه بشینه؟ آره لج کرده فکر کنم، خواست برگرده ولی شما مهلت ندادی که. آها پس این عزیزان منطقشون واسه شلیک کردن به آدمام هم همینه، میگن گلوله به این کوچیک اندازه یه بند انگشته میخوره به سر آدم، به اون گندگی با دو متر قد طرف باید بتونه بعدش بلند شه برگرده خونه.